بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. در وسط دو دسته گل یک گل تک تنها میبینید. این گل تک و تنها از آن فرهاد است. آن دو دسته گلی که در چپ و راست هستند مال یک اشخاص دیگری است. مهربان یاران، گور فرهاد همین گوری است که میبینید، همین شاخی گل پژمرده، همینجا یک شاخی گل پژمرده که خدا میداند چه کسی آن را آورده است. و فقط همین شماره 17، همین شماره 17 و همین گل پژمرده آن چیزی است که از فرهاد مهراد به جای مانده است. در این قسمت از گورستان هیچ کس نمیتواند حتی سنگ قبری بگذارد، چرا که اینجا قسمت ویژه‌ای در این گورستان هست. زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. دوستان مهربان، در یک سه‌شنبه‌ای در ماه سپتامبر، نخستین سه‌شنبه از ماه سپتامبر سال 2002، قرار بود تا پیکر فرهاد رو در ساعت 15 در گورستان تاریخی پرلاشز بنا به وصیت خودش بسوزونن. همه چیز فراهم شده بود و گورستان آماده بود که ساعت 3 بعد از ظهر این کارو بکنه. دوستان بسیاری خودشون رو آماده کرده بودن تا به گورستان پرلاشز برن. صبح اون روز ما نیز به اتفاق جمعی از دوستان آماده بودیم تا به گورستان پرلاشز بریم. سعی کردیم با خانم فرهاد تماس بگیریم از شب قبلش، پیداشون نکردیم، به ویژه چون اسفندیار منفردزاده مهربان از سوئد به پاریس اومده بود. میخواستیم ببینیم کاری هماهنگی بیشتری با خانم فرهاد انجام بدیم. ایشون از دوشنبه شب پیداشون نبود. صبح سه‌شنبه داشتیم آماده میشدیم از دفتر ما تا به سوی گورستان بریم، یه تلفن شد به من. تلفن شد که جریان سوزاندن منتفی است. اسفندیار منفردزاده کنار من نشسته بود. به گورستان زنگ زدم، پرسش کردم، گفتن پرونده فرهاد مهراد کاملا محرمانه شده و ما دیگه اجازه نداریم هیچ گونه اطلاعاتی به کسی بدیم. گفتم اطلاعات دادن شما به ما کسی نیست. طرف چون منو میشناخت گفت آره میدونم، ولی امروز کسانی به ما مراجعه کردن و گفتن که مقامات از طرف مقامات رسمی ایران وکالت دارن و خواستن که این مسئله و پرونده محرمانه بمونه. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم، حالا دیگه این بازی های اطلاعاتی اینقدر خطرناک و پیش در پیش شده که آدم نمیدونه چی به چیست. میدونم که سفارت اقدامی نکرده بود، میدونم که سازمان فرهنگی وابسته به خود جمهوری اسلامی اقدامی نکرده بود و احتمالاً توسط انجمنهای وابسته اینها این کار کرده بودن، انجمنهای وابسته به نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی، از ایران در تماس بودن و این کار رو کرده بودن و پیکر فرهاد رو جلوگیری کرده بودن از سوزوندنش. این پیکر سوخته نشد و چند روزی پیکر گم شده بود، تا اینکه ما در پی تلاش‌های بسیاری تلاش کردیم که جای دفن اینو پیدا کنیم. هرچه تلاش کردیم به نتیجه نرسید، تا اینکه روزی متوجه شدیم که در این گورستان تیه
دفن شده مهربان یاران. و بعد که به دفتر مراجعه کردیم دیدیم حتی نام کوچک فرهادم نهاده نشده و فقط با عنوان مهراد ثبت شده. با ما باشید تا دنبال این بحث رو با شما دنبال کنیم. بله مهربان یاران، فضایی که فرهاد مهراد در این گورستان اشغال کرده تقریبا 30 سانتی متر در 40 سانتی متر و شن و روی این شن نمیشه سنگ قبر گذاشت. این منطقه، این قطعه ارزونترین قطعه است و جایگاه گمنام است. هزینه اینجا میدونید چقدره؟ فقط 150 دلار. فرهاد تهی دست نبود، برای تهی دستی چنین نکردن، هم داشتن تا اون رو گمنام بگذارن. و چرا این عمد رو داشتن موضوعی است که با هم به گفتگو خواهیم نشست. مهربان یاران، مصاحبه‌ای داریم از فرهاد مهربان یاران، مصاحبه‌ای استثنایی، تنها مصاحبه‌ای که شاید شده در خارج از کشور، رادیویی، مصاحبه تلویزیونی که بارها پخش کردیم، ولی این مصاحبه رادیویی را از شما دعوت می‌کنم که بشنوید. بوی ایدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی، حسرت سفره نو، بوی یاسل جانم آزل، ترمه مادر بزرگ. ما اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. شادی شکستن قلک بود، وحشت کم شدن سکه ایدی، شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. استاد سیاوش اوستا از 40 سال پیش با نوشتن چندین کتاب به زبانهای مختلف و استخراج و انتشار تقویم جیبی 7000 ساله آریایی میترایی، فرهنگ و تمدن باستان و کهن و ایران را به جهانیان شناساند و پس از این شناسایی هر روز آثار نوینی از تمدن 7000 ساله در گوشه و کنار فلات ایران کشف شده و میشود. برای آشنایی با تاریخ و تمدن و فرهنگ و هنر و تقویم 7000 ساله آریایی میترایی، آثار استاد سیاوش اوستا را به رایگان دانلود کنید. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است.